لحظاتی قبل پلیس استان البرز از کشف جسد داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته سینمای ایران، در ویلای شخصی او در کرج خبر داد. داریوش مهرجویی کارگردان فیلم‌های مثل گاو، هامون، اجاره نشین‌ها و سنتوری بود که ساعت قبل جنازه او و همسرش وحیده محمدی فر در ویلایشان واقع در شهرک در حوالی کرج پیدا شده است. هنوز جزئیاتی از این قتل در دست نیست، اما وحیده همسر آقای مهرجویی چند روز پیش این متن رو توی اینستاگرامش پست کرده بود. اون نوشته بود: امشب فاجعه بود. ساعت 8 داشتم به زندگی می رسیدم و اینکه شام چی بذارم و همسرم خواب بود و منو هم بیرون. خونه در سکوت بود که یهو دیدم سگمون چیلی بد داره پارس میکنه. احساس خطر کردم. در آشپزخونه رو فوراً قفل کردم. بعد دیدم چیلی رفته جلوی در ورودی خونه و بعد عصبانیه. رفتم دیدم در پشت شیشه های مات پنجره از پشت یک نفر چسبیده به در. اول فکر کردم شوخیه. گفتم کی هستی؟ هیچی نگفت. هی گفتم تو کی هستی؟ حرف زشتی زد و ناگهان چاقویی از پشت سایه روشن مات پنجره به من نشون داد. گفتم الان زنگ میزنم 110. گفت بزن، ولی حسابتون رو میرسم. لهجه ایرانی نداشت. فوراً به نگهبانی شهرک زنگ زدم. رسیدن، ولی طرف فرار کرده بود. اما من رو با چاقو تهدید کرد. این چند وقت مورد دستبرد هم قرار گرفتیم. از گوشی بگیر تا لپتاپ و البته دوتا سنتور با اسم و عکس داریوش مهرجویی و بهرام رادان برای چند سال پیش پروژه سنتوری 2. اینجا اعلام میکنم خرید و فروش این دوتا سنتور غیر قانونی و دزدیه. اینها هیچ، اما من همسر داریوش مهرجویی پیشکسوت هنر مملکت، آیا باید از طرف یک بیگانه با چاقو تهدید بشم؟ بعد یه سری میگن نجات پرستی، کمپین تشکیل میدین، دامان شما رو هم خواهد گرفت. از دولت خواهش میکنم به داد ما برسه، چون اینجا در این شهرک هیچ کی انگار براش مهم نیست. یعنی کاری از دستشون بر نمیاد. هنوز رنگم عین گچه، اما از پسش بر اومدم. در ادامه پست قبلی، ماجرایی که تعریف کردم قطعا اهمیت داشته و خیلی از دوستانم نکته رو گرفتن. دنیا سیاه یا سفید و مطلق نیست. من بی خانمانهای زیادی دیدم که از روی فقر و بدبختی یا اعتیاد بیکاری و بی پولی به این نوع زندگی مجبورن و هرگز هم خوشحال نیستن و همیشه انتظار کمک دارن که طبیعیه. اما بین این آدم ها هستند افرادی که به این نوع زندگی پناه آوردن یا لااقل قبولش کردن. به قول یکیشون که می گفت برای فرار از زندگی معمولی بی‌معنا، برای فرار از کارهایی مثل پرداخت قبض و اجاره، برای وابسته نبودن به خانه و ماشین و تلویزیون و موبایل و هر نوع دارایی و روابط انسانی بیهوده اجباری، برای آزادی. وقتی میگم دوست خیابون نشین من یعنی سرپناهی برای خواب دارد، هرچند بسیار کوچک و محقر، اما نکته این است که هرگز ناله نمی کند. با آدم ها گپ می زند و می خندد. از کسی کمک نمی خواهد. او را خیلی صادقتر، راحتتر و بیشیل پیلتر و بیتوقعتر و مهربانتر از خیلی آدم های دیگه دیدم. در زمان حال زندگی می کند و با دشواری سبک زندگیش راحت است. در وجودش هیچ عقده یا خشم و ترس و یا حسادت و افسردگی ندیدم. طبق اخبار خبرگزاری های داخلی، ماجرای قتل این دو نفر رو دخترشون به پلیس اطلاع داده و این جنایت بین ساعت 8:30 تا 10 شب اتفاق افتاده. جزئیات بیشتری از این پرونده رو به مرور در همین کانال اعلام میکنیم.